زجر و شکنجه و آزار رو عدل الهی و عبادت بندگان می شمارد. شریعت مداران اسلام هم هیچ شناختی که از خرد انسان برخواسته باشد را ندارد. معیار و آگاهی آنها تنها و تنها از این گنداب برداشت می شود و نگرش این کوراندیشان که خود را استاد، دکتر، فیلسوف و علامه خوانده اند و خود را خطاب می کنند یا دیگران آنها را خطاب می کنند فراتر از یاوه گویی های جنشناسان نیست. باورم کنید. خرده این شبان پیشه ها که تنها در تاریک خانه های شریعت کارایی دارد کوتاه‌تر از بینش یک کودک 12 ساله است که او در خانواده آزاده از آزادگان پرورده شده باشد. از این روی نان و آب و بزرگی شریعت مداران در نادان پروردن مردم آن هم با ابزار دروغ برای نجات اسلام آدمخوار است. زیرا فقیه یا علامه که در نزد خردمندان یاوه‌گوی بیش نیست برای مسلمانان شبانی است که آنها را به سوی جنت میراند. به درستی دوگونه آخوند، دوگونه روزخان، دوگونه زیارتنامه خان، دوگونه مفتخور دکاندار دین که در تمام عمرشان یک روز کار سنگین نکرده اند بر پشت مسلمانان سوار شده اند. یکی آنان که به اسلام ایمان دارند، این کسان برای خوشنودی الله خون دیگر اندیشان را براحتی و همچون جرعه آب میخورند و میریزند. دیگر آنان که ابله نیستند، آنها برای سرمستی و شادمانی خود پر کردن جیبشان و گذران زمان خون آزادگان را مینوشند. روشن فکران، اندیشمندان، اسلام شناسان، سروش ها، امثال اینها. پرسش دو، چرا حکومت اسلامی با وجود سرزنش بسیاری از سازمان های حقوقی نه تنها از انسان ستیزی و خشونت خود نمی کاهد بلکه او فرومایگی خود را در شیوه های جانستانی به معرض دید جهانی هم میگذارد؟ آیا ویژگی هایی که در سرشت انسان آمیخته است در ایمان شریعت مداران راه نیافته اند؟ سرشت خوبی، سرشت نیکی، سرشت پاکی، سرشت عشق، دوستی، صمیمیت، انسانیت، اینها در سرشت انسان هست، اما چرا در ایمان شریعت مداران را نیافته است؟ آیا در درون این کسان پدیده همسان وجود ندارد؟ آیا در درون این کسان پدیده همسان وجدان وجود ندارد که آنها در آزردن جان انسان و گرفتن جان انسانها اندکی درنگ نمی کنند و این طور به راحتی خون انسانها رو، جان انسانها رو می ستانند؟ پاسخی سرراست برای دو سؤال قبلی خودم به خودم و شما هم وطنان بسیار نازنینم. این حکومت که بر مردم ایران حاکم شده است اسلامیست نه مردمی. این حکومت باید احکام شرع را بر مردم ایران فرود آورد نه حقوق بشر را. او در برابر الله پاسخگوست نه در برابر مردم. این حکومت از چهره ترسناک الله پرده بر می دارد تا مردم از ترس او به والیان اسلام و همین حرامزاده ها که نمایندگان او هستند پناه ببرند. ما جانوری را به این درنده خویی نمی شناسیم که او با جانوران دیگر تا این اندازه خشونت ببرزد و ستم وارد کند. حکومت اسلامی با مردم ایران به اندازه توانش بدان گونه رفتار می کند که الله در قرآن امر کرده است. حکومت اسلامی عدالت الهی رو به اون سختی که الله امر کرده است نمی تواند پیاده کند. الله در قرآن بیش از 400 بار عدالت خود را در مجازات سخت یادآوری می کند.
الله عادل است، زیرا او نافرمانی را به سختی در این جهان و پس از مرگ مجازات می کند. او اطاعت و عبادت مسلمانان را پس از مرگشان پاداش می دهد. او مزد جهان، جهادگران، آدم کشان، خون ریزان را با ایمان، آدم کشان با ایمان را از دارایی دگر اندیشان که آنها را جهادگران کشتهاند می پردازد. در پایان اندک شماری از نشانه های عدل الهی را براتون گردآوری کردم. کسانی به بلاهای الله و آتش جهنم گرفتار خواهند شد که در اجرای اوامر الله سستی کنند، الله را با خاکساری و زاری عبادت نکنند، زکات ندهند، خمس ندهند، از دارایی و جان خود در راه الله خرج نکنند، جانوران را قربانی نکنند، با دگر اندیشان جهاد نکنند، کافران را در راه الله گردن نزنند، اموال سرکوب شدگان را ندزدند و برای سربلندی اسلام خرج نکنند. سخت در این عذاب بر کسانی فرود خواهد آمد که آنها در پیرامون اوامر الله اندیشه کنند و تأمل ورزند. الله از بندگانش عبادت، زکات، صدقه، ایثار، قربانی را نقدی در همین جهان دریافت می کند. الله از بندگانش عبادت، زکات، صدقه، ایثار و قربانی را نقدی در همین جهان دریافت می کند، ولی پیروانش بعد از آن همه جنایت، بعد از مرگ با شیر و عسل و حوریان پلاستیکی پاداش میگیرد. با وجودی که الله پیوسته از مسلمانان گدایی میکند، او خود را بی نیاز میپندارد. از این روی مسلمانان از گدایی ننگ ندارند و برای برخی از آنها گدایی پیشه ایست که در جلوی مسجدها یا امامزاده ها برگزار میکند. بیشتره ویژگی های الله در حکومت اسلامی واژه به واژه، سطر به سطر، نقطه به نقطه بازتاب داده شدند و قانون اساسی حکومت اسلامی همان قرآن است. شیوه های جانستانی مانند سنگسار و آویختن به دار و سوزاندن جان انسان که آنها را حکومت اسلامی با شور و شادی انجام میدهد، بمبگذاری جاده‌ای، کشتن مردم بیگناه در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در نوار غزه و هر کجای دنیا که اینها با نام اسلام و با نام الله جان میگیرند، نشان از خشونتی است که آنها رو الله برای دگر اندیشان به آنها هدیه داده است. مجازاتی که الله برای دگر اندیشان و مسلمانان سوس بنیاد شمرده است، به گفته قرآن در تصور هیچ انسانی نمی گنجد. جانوران که در اندیشه آزار دادن به دیگران نیستند. عدالت الله در آتشی تعریف و تفسیر می شود که آتشگیره های آن آدم ها و مس گداخته هستند. حکومت اسلامی هم مانند الله رحمان و رحیم است. ولایت فقیه بارها به پاسداران و بسیجیان و مسلمانان با ایمان امر کرده است که آنها دانشجویان، زنان، کودکان، دانش آموزان و جوانان گستاخ رو تنها با چوب دستی و غمه بکوبند و هیچگاه نباید کسی را پیش از بازجویی بکشند، در حین بازجویی یا بعد از بازجویی. زیرا بازپرسان حکومت اسلامی که در مکتب رسول الله روش‌های بازجویی را آموخته‌اند می‌دانند چگونه باید دگر اندیشان را در عذاب‌های اسلامی زمانی بسیار دراز زنده نگه دارند. الله رحمان و رحیم است، زیرا او نمی‌گذارد نامسلمانان و مسلمانان خوشمندار در آتش جهنم بمیرند، بلکه پیوسته بر آنها پوست تازه‌ای می‌پوشاند که بیشتر و سخت‌تر عذاب بکشند تا به عظمت و رحمت الهی پی ببرند.